صلح با گروه های طالبان تلاش ها در این زمینه خوشبینی های زیاد را به همراه شدند. به ویژه پس از 3 دور گفتگوهای چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین. توافق هم صورت گرفته که هر چهار کشور عضو گروه هماهنگی چهار جانبه به تلاش هایشان برای تعیین تاریخ و گفتگوهای مستقیم صلح میان نماینده های باصلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد. تاریخی را که انتظار میره تا پایان فوریه 2016 باشد. سحرن در این اواخر واشنگتن و بیجینگ در وادار ساختن اسلام آباد در همکاری های صلح با افغانستان نقش برجسته‌ای داشتند. اما اکنون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس بر نقش داشتن روسیه، ایران و هند در صلح افغانستان نیز تاکید می‌ورزد. طالب برادر، کار خراب نکو، وطن خود افکار نکو، وطن خود آسیب نرسان، مردم خود آسیب نرسان و بیا به خاک خودت و صلح بیار به خاک خودت و جنگ را که بنا کردی بهانه شده برای امریکا و پاکستان و دیگرها که افغانستان تحت سلطه خود داشته باشند. در این میان هنوز میدانهای نبردها شعله پرستند. چندین گروه این جبهه های جنگ را در کشور داغ نگه داشتند. تا در نتیجه مذاکرات روی با مرحلوال جنگ متوقف نشوه و استراتژی سیاسی جای استراتژی نظامی را نگیره، باز مذاکرات به درد نمیخوره. در این طرزی قبول نمیکنه که این تیم اختر محمد منصور است و این تیم محمد رسول است. این مذاکرات هر دو تیم یا هر سه تیم در بر میگیره. انتظارها بر این استند که پیش از بهار و تابستان تلاش ها برای گفتگوهای صلح به نتیجه برسند، زیرا در غیر این صورت خشونت ها در کشور بیشتر خواهند شد. اگر مذاکراتی که در قالب اجلاس چهار جانبه صلح قبل از آغاز فصل تابستان و بهار امسال به یک نتیجه ملموس و عملی نرسد، قطعا بهار آینده شاهد تحولات ناگواری در عرصه جنگ و ناامنی در افغانستان خواهیم بود. فهمو با آنانی که صلح نکنند چه خواهد شد؟ بحث گروه هایی که به صلح حاضر نیستند و یا مانی روند گفتگوهای صلح میشن مطرح است. افغانستان و پاکستان تعهد سپردند و توافق کردند که با این گونه گروه ها با تمامی ابزاری که در دسترس دارند و مبارزه جدی ادامه خواهند داد. چهارمین دور نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در ماه خود امسال در کابل برگزار خواهد شد. اما هنوز هم نگرانی ها از ادامه خشونت ها و سرکشی گروه هایی از پیوستن به صلح هست، چیزی که ممکن است پیشرفت ها را در این زمینه نیز به چالش بگیرند.